اطلاعات زیادی در عین غلط بودن راجع به سیارات منظومه شمسی جا افتاده که همه ما در جریانشون هستیم و درستشون نمیدونیم. توی این ویدیو 6 تا از این تصورهای غلط رو گفتم که نکته آخریش طلاییه، نه قهوه‌ایه. پلوتو به مدت 76 سال نهمین سیاره منظومه شمسی دورترین سیاره از خورشید بوده. یک جرم آسمانی اسرارآمیز که میانگین دماش منفی 387 درجه فارنهایت و تنها سیاره‌ایه که یک دختر 11 ساله اسمشو گذاشته. اما در سال 2006 توسط ستاره شناسان اتحادیه بین المللی نجوم از پایه سیاره خودش جدا میشه. بنابراین پلوتو به عنوان یکی از سیارات منظومه شمسی به حساب نمی‌آمد. البته تصمیم قطعی هم نبود. بیایید یه نگاهی بندازیم به این مناقشات و تصورهای غلط در مورد سیارات منظومه شمسی. و آخر این ویدیو میگم که چرا اورانوس باد معده تولید میکنه. یه تصور غلط هست که میگه همه ستاره شناسان با حذف پلوتو از جمع سیاره ها موافقت کردن. طبق گفته اتحادیه بین المللی نجوم، یک جرم آسمانی باید 3 معیار داشته باشه تا به عنوان سیاره در منظومه شمسی شناخته بشه. یکی این که باید به دور خورشید بچرخه که 100% پلوتو اینو انجام میده. دوم این که باید تقریبا کروی باشه و سوم اینه که از نظر گرانشی غالب ترین شی توی مدار خودش باشه و مدارش از اجرام دیگه پاک کنه. اینجاست که پلوتو توی آزمون مردود میشه. این اتحادیه به دستبندی مجدد پلوتو به عنوان سیاره کوتوله رأی داد. اما این حرکت یکم بحث برانگیز بود، چون کمتر از 5% ستاره شناسان جهان توی این رأی گیری شرکت کردند و خیلی های دیگه با معیارهای اتحادیه بین المللی نجوم مخالف بودند. اعتراض عمومی بزرگی به راه افتاد و بزرگسالایی که تا اون موقع یاد گرفته بودن که 9 سیاره داریم گیج و ناراحت شده بودن. البته خیلی از دانشمندا متقاعد شدن که پلوتو باید به دلیل اندازه و شکل و مدارش یه سیاره باشه. عطارد داغ‌ترین سیاره است. عطارد کوچک و صخره‌ای نزدیک‌ترین سیاره به خورشیده و کوچکترین سیاره در کل منظومه شمسیه، البته بدون احتساب پلوتو. مدار بیضی شکلی داره و نزدیکترین سیاره به خورشیده، ولی حتی توی این نزدیکی نسبی هنوز گرمترین سیاره نیست. عطارد به آرومی دور محور خودش میچرخه و هر چرخه کامل شب و روز توی عطارد 176 روز زمینی طول میکشه. میانگین دماش در طول روز میتونه به 800 درجه فارنهایت برسه و میانگینش در شب به منفی 290 درجه فارنهایت میرسه. دلیل نوسان شدید دما نبود جو در عطارده. توی زمین اتمسفر از ما در برابر تشعشعات خورشیدی حفاظت میکنه و سیاره رو از تغییرات شدید دما محافظت میکنه. ولی عطارد این مزیت رو نداره و بدون جو نمیتونه گرما رو در خودش به دام بندازه و گرمای جذب شده در طول روز رو شب از دست میده. سیاره زهره خواهر زمینه و شبیه زمینه. اغلب مردم توی جهان زمین و زهره رو دوقلو تصور میکنن، چون اندازه و چگالیشون تقریبا برابره. هر دو سیاره سنگی هستن، دارای دره، کوه و آتش فشانن. برخلاف عطارد، هر دو جو دارن که گازها و گرما رو به دام میندازه. اما شباهت ها تو همین جا ادامه داشت. زهره تفاوت‌های زیادی با زمین داره، مثل ترکیبات سمی اتمسفر و میزان زیادی از گازها که باعث شده زهره داغ‌ترین سیاره باشه و دمای سطحش به 900 درجه فارنهایت برسه. برخلاف زمین که هواش دارای اکسیژن و نیتروژنه، هوای زهره در درجه اول کربن دی اکسید داره، همون چیزی که باعث گرمایش زمین شده. به جای ابرهای آبی بی ضرر، ابرهای اسید سولفوریک مرگبار داره. اتمسفر فوق‌العاده متراکمی داره که به اندازه اقیانوس‌های زمین در عمق نیم مایلی فشار وارد می‌کنه. به علاوه زمین دارای حیاته، ولی توی زهره هیچ چیز زنده‌ای پیدا نشده. البته این به این معنی نیست که دانشمندا دنبالش نیستن. تا من بگم دانشمندا دنبال چه نوع موجودای زنده‌ای توی زهره هستن، این ویدیو رو لایک کن. دانشمندا احتمال میدن که ممکنه باکتری‌های اکستروموفیل مثل اونایی که در دریاچه‌های آب گرم یا آتشفشان‌های فوق اسیدی روی زمین پیدا شدن، توی جو سیاره زهره توی ارتفاعاتش که دما پایین‌تره هم پیدا بشن. انسان‌ها در مریخ فرود اومدن.
از برخی جهات مریخ بیشتر از زهره مشابه زمینه. هیچ سیاره دیگه‌ای به جز زمین به اندازه مریخ مورد بررسی دقیق قرار نگرفته. از کار ستاره شناسان مصر باستان گرفته تا مریخ نوردها و مدارگردهای روباتیک امروزی. در واقع تحقیقات زیادی روی این سیاره انجام شده. نمونه برداری های زیادی بوده و ماهواره ها و مدارگردهای زیادی به این سیاره فرستاده شده. و تنها کاری که انسان انجام نداده اینه که خودش به مریخ نرفته. هیچ انسانی تا به حال به اونجا پا نذاشته. یکی از تصورهای غلط رایج اینه که فضانوردان به مریخ رفتن. در حالی که دانش گسترده از مریخ با مشاهده از راه دور بوده، فرستادن فضانوردان به مریخ به چند دلیل دشواره. یکی اینکه واقعا دوره. دو اینکه انسان ها فناوری لازم برای زنده نگه داشتن یه فضانورد در طول سفر رو ندارن. چون سفر به مریخ 21 ماه طول میکشه. و سوم اینکه هیچ کس دقیقا نمیدونه که چطور یه فضاپیمای خدمه دار رو توی جو نازک مریخ فرود بیاره. زمین یک کره است. فقط به این دلیل که زمین کاملا گرد نیست به این معنی هم نیست که واقعا صافه. این ایده حتی زودتر از سال 1492 زمانی که کلمب ظاهرا ثابت کرد که شما نمیتونید از لبه سیاره خارج بشید رد شد. شواهد علمی نشون میده که زمین یک کره کاملا گرد نیست. به گفته اداره ملی اقیانوسی و جوی زمین یک بیزی شکل نامنظمه. چرخش زمین بر محور خودش باعث شده که حدود 26 مایل قطرش در استوا بیشتر از قطب‌ها باشه. اساساً در وسط چاختره. اما این تمام ماجرا نیست. شکل زمین از نظر توپوگرافی مدام در حال تغییره. سیل باعث فرسایش زمین میشه. آتشفشان‌ها سرزمین‌های جدید ایجاد می‌کنن. زمین‌لرزه‌ها میتونن زمین رو تغییر بدن. توی کامنت‌ها بهم بگین که جزء طرفدارای نظریه زمین صاف هستین یا زمین کروی. اورانوس بو نمیده. زمانی که ستاره شناس ویلیام هرشل اورانوس رو در سال 1781 کشف کرد، میخواست نام اون رو جورجیوم سیدوس به نام پادشاه حاکم جورج سوم بذاره. اما توی خارج بریتانیا خیلی محبوب نبود. بنابراین اخترشناسان به جاش با اورانوس به توافق رسیدن. به افتخار خدای یونانی آسمان. وویجر 2 تنها پرواز ما از اورانوس رو در سال 1986 انجام داد. از داده های جمع‌آوری شده توسط وویجر 2 و تلسکوپ های مختلف چند واقعیت کلیدی و راجبش یاد گرفتیم. این سیاره یکی از کمچگالی ترین سیارات منظومه شمسیه و یکی از دو غول یخیه. چندین حلقه کم نور و 27 تا قمر داره. جرم اورانوس بیشتر از آب و آمونیاکه که یه هسته سنگین کوچیک رو احاطه کردن که دمای هستش میتونه به 9000 درجه فارنهایت هم برسه. این یه پوشش گازی بزرگ از هیدروژن، هلیوم و متانه. همون گازی که گاوها دفع میکنن و به اورانوس هم رنگ آبی میده. علاوه بر این سیاره از ابرهای سولفید هیدروژن پشتیبانی میکنه که مسئول بوی خاص اون هستن که به مشام به نظر میرسه که واقعا بوی بادام معده میدن. در سال 2018 تیمی به سرپرستی پاتریک ایروین، محقق دانشگاه آکسفورد، ترکیب طولانی مدت این ابرهای مرموز رو با تجزیه و مقیاس نحوه انکسار نور خورشید تایید کردند. داده ها نشون میداد که ابرها از مولکول های سولفید هیدروژن تشکیل شدن که همون ترکیب تخم مرغ های گندیده است. خوشبختانه دانشمندان مجبور نبودن به اونجا برن و بو بکشن. خب این تصورات غلط هم شفاف سازی شد. دانشمندا شخصا تلاش زیادی برای رسیدن به این نتایج کردن. اما ما کم کم داریم وارد عصری میشیم که بیشتر تجزیه و تحلیل داده ها و تحقیقات به دست هوش های مصنوعی داره انجام میشه. توی ویدئوی بعدی 10 حقیقت جالب راجع به هوش مصنوعی رو میگم.